خب معرکه قبلی رو دیدین، بریم سراغ معرکه‌ای که قرار لایفا بگیره. اگه کتاب خون هستین و دوست دارین که تو فضای دیجیتال کتاب بخونید یا خلاصه کتاب ها رو داشته باشین، با استفاده از هوش مصنوعی بتونید سوال بپرسید و پاسخ خودتون رو دریافت بکنید، این معرکه رو از دست ندین. از آقای درجه دعوت میکنم که روی استیج بیان و معرکه جدیدی رو به پا کنن. سلام، روز بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشید. ممنون که این فرصت رو به من دادید. من امیر درجه هستم، هم مؤسس و مدیر عامل لایفا، که خدمتتون عرض میکنم چی هست و اصلا چرا لایفا وجود داره. شاید برای همه شما پیش اومده باشه که خواستید یک کتابی رو بخونید، از اپلیکیشن های کتاب خون استفاده کردید، حالا نمونه های ایرانی که اصولا فیدیبو و تاخچه و امثال اینها، و خب ما بیشتر چون هدف بازار خارج از ایران بوده، حالا میتونیم توی نمونه های خارجی به اپلیکیشن های خلاصه کتاب که مثلا میتونیم بگیم معروف ترینش بلینکیست هست اشاره کنیم. اما داستانی که این اپلیکیشن ها دارن از نظر ما مشکلشون هست چی هست؟ اینه که اینها دارن صرفاً اطلاعات خلاصه کتاب‌ها رو به صورت متن یا نهایتاً فایل‌های پادکستی ارائه می‌کنن، که اصطلاحاً در علم یادگیری به اینها میگن روش‌های یادگیری پسیو یا منفعلانه، چیزی که فقط کاربر می‌شینه و دیتا رو دریافت می‌کنه، که خب این در نهایت خیلی نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که یادگیری خوبی از طریق این خلاصه کتاب‌ها اتفاق بیفته. و برای همین ما اومدیم یک مقداری تحقیق کردیم، یک سلوشنی رو ایجاد کردیم که اسمش رو گذاشتیم لایفا. و خیلی بخوام خلاصه خدمتتون عرض بکنم، اپلیکیشن موبایلی هست که با استفاده از متدهای یادگیری روز، که میشه میکرو لرنینگ که میشه یادگیری های خرد، سوشال لرنینگ که یادگیری اجتماعی میشه، و البته استفاده از فناوری های هوش مصنوعی که در میتونیم بگیم استفاده از همین فناوری های جی پی تی میشه، و در واقع بگیم از ای پی آی های چت جی پی تی استفاده کردیم، پلتفرمی رو ایجاد کردیم که خلاصه کتاب ها رو کاملا به صورت اینتراکتیو خودمون یا کاربرانمون میتونن روی سیستم قرار بدن. این خلاصه کتاب ها دیگه اون فقط متن و فایل صوتی نیستن، متن هستن، فایل صوتی هستن، بازی های آموزشی هستن که در قالب یک خلاصه کتاب ارائه میشه. این خلاصه کتاب هایی که ارائه شدن، بعد از اون کاربر در صورتی که در مورد مفاهیم سوالی داشته باشه میتونه به صورت کامنت سوالش رو بپرسه، و همونجا اون سیستم هوش مصنوعی که مبتنی بر چت جی پی تی هست میاد پاسخ سوالش رو بهش میده. پس بخوایم اینجا ولیوهایی رو که ما داریم ارائه میکنیم در واقع در قالب این پلتفرم ارائهشون بکنیم، یکیش اول این که میشه که در واقع هم میتونن کاربرها با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. متدهایی که استفاده کردیم که خدمتتون عرض کردم خیلی باعث میشه که اون محتوا و حضور توی خود اپلیکیشن و یادگیری جذابتر بشه و اثر بخشتر بشه. میتونن پاسخهای سوالاتشون رو ریل تایم دریافت کنن، یعنی من الان یک سوالی رو دارم در مورد یک مفهومی، در مورد یک کتابی، در مورد یک فصلش، همونجا میپرسم دیگه، حالا مبتنی بر اون هوش مصنوعی که اونجا وجود داره داره پاسخ رو در لحظه به من نشون میده، و خب این هم خیلی کمک میکنه که اون ابهامات فرد حل بشه. و در نهایت هم اگر هم با اون پاسخهای هوش مصنوعی قانع نشدن، که میشه از خود اون شبکه‌ای که درست شده از افراد کتابخون کمک گرفت و اونها بیان، افراد، انسان ها بیان در واقع پاسخ رو بدن. اگه بخوایم یک نگاهی هم بندازیم به چیزی که وجود داره و حالا اون افقی که ما پیش روی خودمون میبینیم، بر اساس حالا تخمین هایی که وجود داره و از سایت استاتیستا ما برداشتیم، بازار جهانی ای بوک ها به تا سال 2027 تخمین بر اینه که به حدود 15 میلیارد، تقریبا 15 میلیارد دلار میرسه. دیگه از اون به بعدش رو ما تخمین زدیم که اون بازار که خلاصه کتاب‌ها مثلا حدوداً 1 میلیارد دلار میتونه عددش باشه، و ما میگیم اگر بتونیم به 16 صدم این درصد هم برسیم باز یک عدد بزرگ میتونه باشه تا حدود 4 سال آینده. بخوایم یک نگاهی بندازیم به بازیگرهایی که الان وجود دارن توی بازار جهانی،
حالا در صدرشون ما همیشه بیلینکیست رو میبینیم که خیلی خوب خلاصه کتاب‌های قوی رو ارائه میکنه، اینستا رید، بوک نوتس، گت ابستراکت، که خب اینها رو اومدیم مقایسه کردیم با لایفا. اینا اکثرا حالا فارغ از اون یو آی یو ایکسی که دارن و حالا محتواهایی رو که هر کدومشون رو حوزه های خاص کار میکنن، اکثرا از نظر امکاناتی به یک حالت هستن. فقط بیشترین چیزی که دارن اینه که حالا یکیشون مثلا روی کتاب های داستانی کار میکنه، یکی روی کتاب های حوزه کسب و کار میکنه و امثال اینها، که ما اینها رو با هم دیگه مقایسه کردیم و خب توی محورهایی که آیا از متدهای میکرو لرنینگ استفاده میکنن یا خیر، از هوش مصنوعی استفاده میکنن یا خیر، چقدر قابلیت های اجتماعی دارن، تمام اینها رو مقایسه کردیم و در نهایت این چیزی بوده، ولیوهایی بوده که برای لایفا ایجادشون کردیم. و رونیو چنل هایی که ما در نظر گرفتیم که خب عملا سابسکریپشن هستش، که خب مطابق تقریبا بیزینس مدلی هست که اکثر اینها دارن، و بحث ریفرال هستش که عملا ما لینک میدیم به در واقع اون لینکی که توی خود اون کتاب فروشی های آنلاین هست که میتونن برن کتاب رو تهیه کنن. و در نهایت هم اگر برسیم به اون نقطه‌ای که مد نظرمونه، میتونیم از روی محتواهایی که توسط کاربران هم تولید میشن ما بعدن یک کمیسیونی رو برداریم. و مارکتینگ استراتژی به صورت خیلی خلاصه، در ابتدا خودمون صرفاً تولید محتوا رو انجام میدیم و سابسکریپشن ها رو برای یک سری محتواها ارائه میکنیم. توی حوزه بعدی همین تولید محتوا رو ادامه میدیم و در نهایت میرسیم به اون نقطه ای که بخوایم به یوزرها هم اجازه بدیم تولید محتوا کنن و کسب درآمد کنن. تا به امروز هم حالا البته از یک راهکارهای متفاوت تری توی بازار بین المللی در واقع برای یوزرهای انگلیسی زبان که این رو لانچش کردیم، بیش از 10,000 تا نصب گرفتیم که 2,000 تا از اینها هم رجیستر کردن. ما الان هم خیلی خلاصه بخوام دیگه جمع بندی کنم، به دنبال یک جذب سرمایه هستیم، بیشتر هم هزینه رو برای صرفاً در واقع مارکتینگ میخوایم، نه برای دیولوپمنت میخوایم، نه برای هیچ چیز دیگری، و فقط حالا شاید بخوایم قسمتش رو هم برای تولید محتوا بذاریم. و عددمون هم چون برای مارکت خارج از ایران هست به دلار دنبالش هستیم که جذب سرمایه انجام بشه، و داریم این کارها رو با کمک یک تیم 5 نفره انجام میدیم، خودم، برادرم علی که در حوزه هوش مصنوعی و آموزش توی دانشگاه UNSW استرالیا فعال است، و یک تیم فنی و مارکتینگ 3 نفره. ممنونم از توجهی که کردید. ما باور داریم که اگر محتوا رو بتونیم با هوش مصنوعی جنریت کنیم و بتونیم با هوش طبیعی انسان اونها رو مدیریتش بکنیم، به یک نتیجه خیلی خوب برسیم. ممنون از توجهتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.